درود به شما براندازهای عزیز. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از صحبتاش که در نشست خبری لس آنجلس به زبون آورده رسما اعلام کرده که نمیخواد با پدرش مقایسه بشه. شاهزاده اعلام کرد هم از جمهوری اسلامی بیزاره و هم حکومت پادشاهی رو تایید نمیکنه. نظر شاهزاده رضا پهلوی رو درباره حکومت ایران بعد از براندازی رژیم جمهوری اسلامی با هم ببینیم. چه جمهوری خواهان چه مشروطه خواهان، هر نگاهی که به شخص رضا پهلوی اکنون دارن، هیچ چیزی کمتر از این نباید توقع داشته باشن که تعهد من رو به یک پروسسوس دموکراتیک که آخرش اونها تصمیم گیر هستن بدون هیچ پاداش یا انتظار منفعت شخصی من دارم این کارو میکنم. اینجاست که خوشم نمیاد از بحثای عده‌ای که میان که خب پادشاهی که جواب نداره یا جمهوری که جواب نداده. دموکراسی رو هنوز امتحان نکردیم که بدونیم جواب داده یا نه. شما فکر کنید این همه سال من واسه چی این کارو دارم میکنم؟ هدف دموکراسی است و آزادی است. بالاترین مرجع تصمیم گیری برای هر کشوری پارلمان اون مملکته، مجلس اون مملکته، مجلسی که درش نمایندگان منتخب مردم که به شکل آزاد انتخاب شدن میان و در اونجا بالاترین تصمیمات کشوری رو میگیرن برای کشور. بایستی به حکومت قانون برسیم. این حکومت قانون نتیجه یک تصمیم ملی است. آخرش هم مردم ایران تصمیم گیر خواهند بود در مقابل چیزی که اون مجلس بهشون پیشنهاد میده و صندوق رأی هم معیار اندازه‌گیری است. تموم شد رفت. بنابراین اونایی که میان میگن که این سیستم به درد نمیخوره، اون سیستم به درد نمیخوره، این دیگه گذشته است، این دیگه آینده است، یا این نمیشه و نمیشه، از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که اینو میگید؟ چون روش اندازه‌گیری رو هرگز ما به اجرا نذاشتیم. آیا میتونیم سر این توافق داشته باشیم به عنوان یک واقعیت تاریخی؟ و اگر این درست هست، آیا وقتش نرسیده برای اولین بار در تاریخ کشورمون این آزمایش رو بکنیم که برای خودمون معلوم بشه که اصلا ارزش رو داریم یا نه؟ مدتیه که رسانه‌های وابسته به حکومت یکی از هنرمندان حکومتی یعنی محمدرضا گلزار رو هدف حملات عجیب خودشون قرار دادن. فکر می‌کنید دلیل این چرخش ناگهانی دستگاه تبلیغاتی رژیم در مورد گلزار چی می‌تونه باشه؟ به نظر می‌رسه که گلزار قرار احمدی نژاد جدید خامنه‌ای باشه. چه خبرتونه؟ به حمله صادق کوشکی که استاد دانشگاه هم هست به محمدرضا گلزار و البته صحبت درباره پریسا و سوسن دو خواننده مطرح زمان شاه توجه کنید. شما ببینید آقای پرویز پرستویی مشهورتر و محبوبتره یا اون فردی که من حیا میکنم اسمشش رو ببرم که وقتی ازدواج کرد دختران بیشماری گریان در فضای مجازی آمدن که من از این مرگ بعد از این ازدواج این آقا میخوام مرگ رو انتخاب کنم. هزار بار پرویز پرستویی از اون فرد هنرمندتره. شما عباد این من میگم. من میگم محمدرضا گلزار یه چهره محبوبه تو این کشور، قبول اجازه داری؟ اجازه بدید دو تا با من بیان، میخوام این کمک کنه ها. من میخوام بگم اگر کسی مشهور شده در وهله اول و شاید محبوب به واسطه شایستگی های هنری الزاماً نبوده، ولی اون آدمی که نه واقعا در بازیگری شایستگی خاص داره، نه در خوانندگی، نه در نوازندگی، در هیچ عرصه‌ای ستاره اون عرصه نیست. آخه شاخص این حرف شما چیه؟ من میگم که مخاطبه. اگر هنرمند میگیم، هنرمند ضابطه داره دیگه، بی ضابطه که نیست که. ممکنه یه هنرمند خیلی کم‌مایه بی بضاعت، یه خواننده هستن کم‌مایه بی بضاعت به دلیل مثلا وقاحت در خوانندگی. من از قبل از انقلاب مثال بزنم که کسی یادش نباشه، ما یه خواننده‌ای داشتیم که ایشون سنتی خوان، وزین، سنگین، نه با ملاک‌های شرعی بنده، نه با ملاک‌های اون زمان اخلاق جامعه، و فرد وفادار به اخلاق خانوادگی بود و در هنر خوانندگی موسیقی اصیل ایرانی ایشون یه در واقع هنرمند بود. این آدم یه طرف، یه خواننده‌ای داشتیم که خواننده کاباره‌ای بود. حالا من به خاطر شأن صدا و سیما ایام اسم این دو نفر رو الان دارم فکر می‌کنم بگویم یا خیر. مثلا اون نفر اول خانم پریسا بود، این نفر دوم خانم سوسن. خب مشتری‌ها و عرصت حضور شما که سینه چاکان اون سوسن خیلی بیشتر بودن، اما اصلا این دوتا قابل مقایسه نبودند. یعنی یه فردی بود که علاوه هنر موسیقی واقعا هنرمند بود.
توجه فرمودید؟ از نظر من متشرع گوش گرفتن بله، به صدای بله، دوتاشون هم حرام بوده و هست، اما او فردی است که هنرمند بود از نظر اساتید موسیقی، از نظر علم موسیقی. اون یه نفر به قول موسیقی دانا شاید همش فالش میخوند. این که مثلا کسی به خاطر وقاحتش روی سن کاباره مثلا فلان مشتری پیدا میکنه که دلیل. پس ما ببینید اولین نکته‌ای که در مورد چهره های مشهور میگیم، میگیم چهره های مشهور هنری. رسانه های وابسته به حکومت دارن به زور گلزار رو به سمت مردم هول میدن. بازیگری که هیچ وقت در کنار مردم نبود و بارها از نمادهای رژیم مثل پرچم جمهوری اسلامی هم حمایت کرده بود. رفتار صدا و سیما با گلزار داره کم کم این حس رو به مردم ایران میده که اون عقد آریایی که گلزار خونده بود هم فقط یه نمایش بوده. اما صدا و سیما جزئیات جدیدی رو از نمایش جدیدی که سپاه به راه انداخته منتشر کرد. نمایشی که نشون میده گویا سپاه موفق شده بزرگترین حمله به تأسیسات نظامی در 100 سال گذشته رو کشف و خونسا کنه. اینها ویژگیش اسرائیل زنه. کمتر از 10 روز پیش الحاق انبوهی از موشک های بالستیک خرمشهر 4 که 3 ماه پیش رونمایی شد. اما یک روز قبل از رونمایی این موشک او در آخرین اظهاراتش گفته بود ایران را غافل گیر خواهیم کرد. نزدیک به 15 سال است او از این صحبت‌ها انجام می‌دهد. حدود یک سال است اما لحن صحبت‌ها جور دیگری شده. مثل اینجا که می‌گوید ایران را بدون حتی کمک آمریکا با حمله نظامی متوقف خواهد کرد. ایران اما برای مواجهه و دفاع از خود چند راهبرد دارد. بخشی از پاسخ نظامی ایران توسط همین موشک ها صورت می گیرد با برد 2000 کیلومتر. اما اگر این موشک ها درست عمل نکنند چه می شود؟ ایران توان پاسخ دفاعیش را از دست می دهد. همه اجزای این موشک های 17 متری درست عمل می کنند. به جز این قطعه ای که در همه این موشک ها در تعداد زیاد و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارد. قطعه ای 7 سانتی متری، هزاران قطعه 7 سانتی متری به نام کانکتور یا اتصال دهنده. چند وقتی بود که خیلی اظهارات گنده تر از قد و قوارش میکرد و احساس میکرد که اون ابزار اقتدار ما از دست رفته و ما متوجه نیستیم. ماجرا از سال 93 شروع میشود وقتی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع یک شبکه جاسوسی را کشف و دستگیری میکند و متوجه میشود که موساد به دنبال یک راه خرابکاری در صنعت دفاعی و موشکی ایران است. اگه بیان سر این کانکتور یک مداری بذارن به صورت انفجاری باشه و غیر قابل شناسایی باشه که در زمان مشخص و تاریخ مشخصی که بهش این رو از قبل مثلا بگن 2 ماه و 10 روز بعد مثلا تو بزن. راه این خرابکاری از یک قطعه وارداتی میگذرد به دلیل آنکه توجیهی برای ساخت آن در داخل وجود نداشت. کارشناسان خبره حفاظت اطلاعات وزارت دفاع با سوار شدن روی سوژه و شبکه جاسوسی موساد متوجه می شوند این بزرگترین خرابکاری نظامی در تاریخ 100 ساله اخیر ایران است. بیش از چند هزار قطعه دستکاری شده برای ورود به چرخه موشکی ایران آماده و ارسال می شود. اما تمام این راه ها تحت اشراف حفاظت اطلاعات وزارت دفاع است. 4 سال رصد اطلاعاتی کانال‌های آسیایی و اروپایی در نهایت منجر به کشف شبکه جاسوسی و ضبط چند هزار کانکتور خرابکاری شده می‌شود. با این کیت‌های انفجاری در داخل قطعه 3 2 1 که هر کدام قرار بود در زمانی معین وقتی در داخل موشک جای می‌گرفت منفجر شود. اگر این کشف نمی‌شد و پیدا نمی‌شد به عنوان یک قطعه کوچک کم ارزش مکانیکی، نتیجهش این میشد که این موشک‌ها همه از حیز انتفاع خارج میشد. به گفته حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، موساد روی این نقشه حساب باز کرده بود. برای اینکه این موشک‌ها در لحظه نیازمندی دفاعی ایران نتوانند از خاک ایران دفاع کنند. حالا اما از امروز این موشک‌ها بهتر از قبل از ایران دفاع خواهند کرد. یکی از اهداف اعلام شده و آشکار ایران در صورت تجاوز به خاک جمهوری اسلامی حمله به سایت ساخت سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی در دیمونا خواهد بود. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.